سلام خدمت همه. منتظر هستم که کوشا جان بیاد. بله اومدم. بیگوز بفرستی که ندا صدا میاد. ندا سلام عرض میکنم خدمت همه. سلام بر شما. سلام، حال سلام، شما خوبین؟ خوبی؟ من چقدر بد گذاشتم این گوشی رو، چون همیشه با ساز رو زمین میشینم این ورکی گذاشتم. من فکر کنم باید کاری کنم که آره اگر بهتر میتونی بشه. بدش کنی که خوب میشه. آره، ما مثل شما با پوپیت رو فلان و صندلی و میز و اینا نیستیم. ما ساز گوشه دیگه ایرانی تو که کی میدونی؟ زدنش، که مشق کردنش رو زمین. حالا فکر کنم ساز هم اگر خواستیم ازش استفاده بکنیم، امیدوارم که اینم بچه دیده بشه. حالا برای اون باید یه کاری استفاده بکنیم. خوب دیگه. هستین؟ مرسی، قربان شما، خیلی سلامتین؟ خیلی ممنون. هم عجله ای بله تشریف آوردین، ببخشید. دیگه، ولی دیدی همه چیز دقیقه 90 درست میشه. به شما دیگه، بله من کارتون خدمت درسته. دوستان بگم که من یعنی یک دقیقه از شاید رسیدم منزل آره من خبر و دارم، من تصدیق میکنم. تو را با هم صحبت میکردیم و میخندیدیم، خیلی جالب بود. کجا جان لطف کرد یه لطف شما سازی بود. برا من زد و من قشنگ آروم شدم و خواهش بکنم. دیگه واقعا ممنون. داشتم یه چیزی توی رضوی سعی میکردم بزنم فل بداهه، که آه ببخشید اینجوری بود در واقع، یعنی مثل چهار مزرام خوب بود. میاد صدا چیزی، آره کامل. خودم که دست و بال خودم رو نمیبینم. مثل این بسیار هم عالی. بله در خدمت من. فواصل جذابی که شما دارید میسازه دیگه هیچی. لطف داری نظر، لطف شما. تقریبا مال قربان همه شما. دوستان باید همین باشه، یعنی گمان میکنم با یه ذره این ور اون ور تقریبا فواصل ساز قالب دوستانی که حرفه ای هستن و منم از اونها یاد میگیرم و یاد گرفتم و یاد میگیرم تقریبا نزدیک به همینه. منتها یه محدوده ای میتونه کم و زیاد بشه و بازی داشته باشه که اون محدوده رو حالا اگر فرصت بشه امشب بهش خواهیم پرداخت. آره اصلا همین رو میتونیم از همینجا شروع بکنیم که اصلا این بحث فاصله خوشبالت چی داریم بخوریم این بحث خوش بخورم، یه فاصله چیزی تقریبا یه دمنوشی چیزی که من دارم معمولا هفته 3-4 بار. نوشه جان ببخشید جلو شما واقعا. نباید میخوردم، شما خیلی دیر رسید و فرصت هم نه بابا راحت بشه. دیدید. چقدر مهمه، یعنی مثلا ما راجع به فاصله و اینا که صحبت میکنیم همونطوری که با هم حرف زدیم یه مبحثیه که بهش نمیپردازیم، یعنی ما راجع به هر چیزی تو پروسه یادگیری موسیقی صحبت میشه، اساتید میگن، خودمون میریم دنبالش، یه نکته به این مهمی پرداخته نمیشه بهش، خیلی جالب، خیلی قشنگ ازش رد میشیم. حالا دقیقا رد شدنش ممکنه به علت این باشه که دقیقا ندونیم اهمیت این قضیه چقدر زیاده. زیاد حالا هست اگر دقیقا. میشه آره مثلا تو چه چیزی میتونه اثر بذاره، بعد مثلا میتونی بگی که مقایسه ای بکنی بین مثلا نوازندگی، بین پرده بندی و فواصلی که اساتید مختلف داشتن. اگر میشه خودت از اینجا شروع دقیقا بکن بحثو. خواهش میکنم. ببینید در مورد اهمیتش قطعا کلی کتاب نوشتن، کلی مقاله نوشتن، از جمله این کتاب که امروز صحبتش هم با هم داشتیم، بله دستگاه در موسیقی ایرانی، از استاد بزرگ که فکر کنم همین پارسال هم فوت شدن، جناب فرهاد.
ریاست دانشکده گزارش میشم. موسیقی دابلین ایرلند رو هم، بله روانشاد فرهد که ریاست دانشکده موسیقی دابلین ایرلند رو هم داشتن و فرد بسیار بزرگی بود. کتابی نوشتن، خب البته کتاب ننوشتن، تز پایان نامه دکترای استاد فرهد در کالیفرنیا بوده، اینو 20 خورده ای سال پیش آقای ترجمه کرده و شده یک کتاب. میخوام بگم اونقدر قضیه مهم هست که در این کتاب دستگاه در موسیقی ایرانی یک فصلی در حدود 20 خورده ای صفحه پرداخته شده به بحث فواصل موسیقی ایرانی از صفحه 23 با عنوان فواصل و گام ها در موسیقی کنونی ایران، و سه تا دیدگاه رو اونجا توضیح دادن که میگن و فرمودن که اینا دیدگاه های در واقع قرن 20 در موسیقی ایرانی هست. گام 24 رو پرده کل الوزیری، گام 22 پرده ایه یا 22 به قول ایشان 22 تونی جناب برکشلی، و نظریه خودشون که در انتها آوردن تحت عنوان نظریه فواصل انعطاف پذیر. نظریه فواصل انعطاف پذیر، این ستا رو به عنوان نظریات در واقع قرن 20 گفتن. خب این که فرمودید اهمیت کجاست، اهمیت خب فکر کنم از اینجا معلوم بشه دیگه، استاد بزرگی مثل جناب فرهد فصلی به این اختصاص دادن و در اون بخش در واقع نظریه خودشون که فواصل انعطاف پذیر هست، محاسباتی که انجام دادن رو هم آوردن و اسم دو تا دستگاه هم ذکر کردن، گفتن با این دو تا دستگاه الکترونیکی آثاری که ضبط کردن از اساتید و از فکر کنم سازهایی که احیانا ضبط کردن رو اینجا در واقع بردن با اون دستگاه ها اندازه‌گیری کردن فواصل رو و نوشتن در انتهای کتاب در اون بحث فواصل انعطاف پذیر. خب ببینیم که دوستان میان کم بیان. از حضور شما اولین چیزی در مورد بیشتر از این نداشته باش خوبه. اولین چیز آخه این بیشتر برای بچه‌هایی که تار ستار بزنن یا اصلا هر ساز ایرانی بزنن و در واقع تازه شروع کرده باشن مهم هست که چجوری کوک بکنن، چجوری پردار پیدا بکنن. من یه چند نفری از دوستان هست که مثلا در خدمتشون هستم و مشق ستار میدم، همیشه این مشکل دارن که فرض بفرمایید مثلا می بمول یکی اینجاست، می بمول دیگری اینجاست، می کرون جاهای عجیب غریبه و اون انسجام فواصل رو ندارن، نه در عمل کار اون رو دارن و نه از جهت نظری تصوری نسبت بهش دارن. به هر روی از این بابت هست مهم است برای دوستانی که تازه شروع کردن. از حضور شما که در مورد اهمیت این قضیه اول چیزی که میشه گفت و خیلی به نظر من بدیهی هم هست این هستش که بپردازیم به خود مفهوم موسیقی اونچنان که در رسالات قدیم ما آمده. خب خیلی ساده، خیلی کوتاه و ساده تعریف کردن موسیقی رو، در موسیقی الکبیر هست، در ادوار صفی الدین هست، در کتاب های دیگه هم هست، تعریف کردن به یک ترکیبی یا در واقع آمیزه ای از اصوات موسیقی، یک آمیزه ای از نغمات که مطبوع هست، که اون شب ما داشتیم در موردش صحبت میکردیم، که مطبوع هست، خوشایند هست، ملایم هست. البته ملایمت یا خوشایندی یا مطبوعیت یا اون چیزی که فرنگی ها بهش میگن کنسونانس، البته امریز فرهنگی، یعنی بس تا اقوام پیدا بشن که این فاصله رو ناخوشایند و نامطبوع بپندارن. و هست دیگه، مگر اینکه از قبل تربیتی که کرده باشن گوششون رو آشنا کرده باشن با این موسیقی یا محقق این رشته باشن برای اونها معنی داشته باشه، یعنی از جهت صرف فرهنگی برای اونها مطبوع نیست، معنادار نیست. آره، معنایی نداره این حالتو داره. بنابراین خب این مطبوعیت فواصل یک بخش عمدهش فرهنگی است. خب ما باید ببینیم که در فرهنگ ما پیرامون فواصل، میگم فواصل این مطبوعیت که باید باشه که نغمات در کنار هم مطبوع باشن که موسیقی باشن رو پس باید داشته باشیم. خب این مطبوعیت چجوری به وجود میاد یا از کجاست؟ خب متریال موسیقی، مواد موسیقی، ملودی هاست دیگه، یا اون چیزی که حالا توی رسالات ما الهان گفتن. این الهان هم خیلی ساده، همه بلدیم، دو جنبه دارن، یه جنبه فواصل دارن، یه جنبه در واقع الگوبندی زمانی و ریتمیک دارن که به اون هم میشود پرداخت، اون هم اهمیت داره طبیعتا، طبعا اون هم اهمیت داره، منتها وجهه اول و اساس این که یه چیزی بشه ملودی به نظر میاد بیشتر استوار هست بر این که یه سری فواصل مطبوع، حالا در هر فرهنگی مطبوع، کنار هم چیده بشن،
همین که این بیاد فکر میکنم کافی باشه برای یک ایرانی که اگر خیلی مطبوع ندانتش اما نامطبوع هم نبینتش. ولی برای ما معنی داره. دقیقا. حالا این معنی از صرف فواصل نمیاد در موسیقی ایرانی، چون موسیقی ایرانی بر مبنای در واقع بر اساس مایه ها و ترکیب مایه ها شکل میگیره. موسیقی نیست که بر اساس در واقع ترکیب فواصل شکل بگیره، یعنی موسیقی تونال نیست، اما خب به هر حال از یک فواصلی تشکیل میشه دیگه و این فواصل باید دقیق و درست باشن که درست صدا بده و ایرانی باشه و به گوش اهل اون فرهنگ، یعنی فرهنگ ایرانی مطبوع بیاد. بنابراین به نظر میاد در خود مفهوم موسیقی که اون خوشایندی ترکیب نغمات رو میخواد، توجه و دقت راجع به فواصل و درست بودن اونها در از در واقع در گوش اهل اون فرهنگ اهمیت داره. خب در مورد لغت موسیقی قبلا هم خدمت شما گفتم، اون لغتی که ما قبلا استفاده میکردیم قبل از دوره اسلامی در زبان پهلوی استفاده میکردیم بوده لغت هونواک، که بعد تبدیل شده و تغییر فرم پیدا کرده شده خونیا. هو در پهلوی به معنای خوش هست، به معنای نیکو هست. نواک هم که همون نواز دیگه صدا، بنابراین هونواک یعنی صدایی که خوشه. این خوشایندی و مطبوعیت باز نه همش اما یک جنبه اولیه بنیادی و مهمش برمیگرده و ناظر هست به در واقع تنظیم فواصل. حالا این فواصل، فواصل هم که میگیم البته باید دوستان طبیعتا آشنا باشن، ولی اگر که خواسته باشیم بگیم فواصل موسیقی چه هستن، فواصل موسیقی تفاوته در واقع یک فاصله موسیقی، یک فاصله موسیقی یا فاصله موسیقایی تفاوت پیچ دو نوت هست، تفاوت زیر و بمی یا سطح فرکانس یا مقدار فرکانس، در واقع شون فرکانس امر کیفی، امر کمیه، تفاوت فرکانس یا تفاوت زیر و بمی یه دو نوت هست در واقع میشه فاصله موسیقی. خب ما باید ببینیم که این نوتا چجوری کنار هم با چه فواصلی قرار بگیرن که خوشایند باشه برای موسیقی ایرانی تا اونجا که موسیقی دستگاهی برمیگرده. حالا اینا رو میشه گفت. باز در مورد اهمیتش من به نظرم میرسه همون چیزی که اول گفتم، چون شاگردای خودم هم اینجوری هن، خب اهمیت داره که از این یعنی دوچار این تصور اشتباه نشن که این به عنوان مثال پرده فاصله پرده ره تا می بمول هر چه که بود بود، در واقع یه محدودیتی نداره، یه جای دقیقاً یک مقدار من با دوست بفهمید. ببخشید خواستم بگم که اگر شما بگو که در اثر دقیق نبودن این فواصل حتی مثلا چه اتفاقاتی پیش سال بزنید، چه اتفاقی پیش میاد؟ دقیقاً این اول بگیم، این اول بگیم که چه خواستم بگم یادم رفت. بگیم که خواهش میکنم نفرمایید، نه من خودم یه خورده میپره ذهنم. بگیم که خب این دوستان هم باید متوجه این بشن که به هر حال معیاری هست. حالا به این خواهیم رسید، فواصل موسیقی ایرانی فواصل تثبیت شده یا به بیان دیگر که نزدیک هست به این ولی متفاوته، تثبیت شدنی به مفهومی که در فواصل موسیقی غربی ما داریم نیستن. درست خواهیم گفت فواصل موسیقی ایرانی انعطاف پذیرن، صحیح، اما انعطاف پذیری به معنای اینکه هیچ معیاری نداره نیست، چون اصلا چنین چیزی میسر نیست که شما بخواید بدون هیچ معیاری از چینش در واقع این فواصل، چون به یک معنی موسیقی ترکیب نغمات اما به یک معنی دیگه چینش فواصله، از این چینش فواصل یا از این چیدمان فواصل اون وقت میسر نیست. شما یک ساختمانی که در فرهنگ یک ملتی، چرا هی میگم فرهنگ، چون موسیقی ایران جز موسیقیایی است که و سازهایی که ما میزنیم جنبه فرهنگی درش خیلی مهمه، مثل موسیقی کلاسیک نیست، موسیقی کلاسیک الان یک جنبه پیور یا خالصی پیدا کرده و همین دلیل هم است که درست یا غلط بهش میگن موسیقی بین المللی. حالا من نمیگم درسته، حالا غلط درست هست، ولی این که میگن بین المللی از اینجا میاد، به خاطر اینکه یک خلوص رها شده از فرهنگی رو دیگه پیدا کرده تا حدی. درسته، تو همه کشورها تا حدی، باز دقیقاً باز نمیشه گفت 100%، باز رنگ و بوی به هر حال ملل اروپایی و فرهنگ اروپایی رو داره، ولی تا یه حدی. مثلا موسیقی ما، میگم موسیقی ما یعنی مثل موسیقی سنتی هند، چین و غیره، اینها یک جنبه فرهنگی و هویتی قوی دارن که اگر اون مخدوش بشه معلوم نیست که ما داریم چه کار میکنیم. اشکال نداره، شما میتونید کار دیگه ای بکنید، ولی دیگه این نیست.
درسته دیگه، اسمش این نیست. اسمش موسیقی ایرانی نیست، اسمش موسیقی دستگاهی نیست، شنونده خودش از دست میده، معنا نداره دیگه اصلا. حالا چیز جدیدی اشکال نداره درست کنیم ببینیم که شاید براش مخاطب ایجاد بشه، شاید هم قشنگه، شاید هم خیلی خوب، اون یه حرف دیگه است. بله دقیقاً. بنابراین باید توی گوش اهل این فرهنگ ببینیم که چطور بوده و چه جور درست هست این فواصل. این تا به اینجا. آها، در مورد اینکه فرمودین که اگر خیلی دقیق نباشیم و خیلی جدی نگیریم چه اتفاقی میفته، میگه یه مثالی که اون شب من خدمت شما گفتم میخوام اینجا بزنم، همین ابتدای تصنیف، حالا یا تصنیف بگیم یا ترانه بگیم، چون طبعا ترانه، ابتدای اون ترانه مشهوری که همه شنیدیم در همایون شد خزان گلشن، شیر شعرش یادم نمیاد، چون گلشن آشنایی بازم آتش به جان زد جدایی، اینو من یک روز، بله همه شنیدن، منتها این سری چیزا میشه توش دقت کرد. چند روز پیش با یکی از دوستان صحبت میکردم، میگفت فلانی ما یه دوستی داریم، ایشون از کارش موسیقی ایرانی نبود، موسیقی راک و اینا کار میکرد، گفت که یک دوستی داریم موسیقی ایرانی کار میکنه و اینا، به ما میگه این اصفهانه. من فکر کردم که این اصفهانه، واقعا نکنه ما اشتباه میکنیم، حالا بریم یادش بگیریم، آره اشکال نداره خب. ولی دقت کردم، گوش دادم، دیدم نه همایونه، اما جوری جناب خواننده بزرگ، استاد بزرگ جناب بلیزاده جوری میخونن که بعضی جاها، حالا شاید تعمدی است، شاید غیر تعمدی است، من بحثم راجع به ایشان نیست، به عنوان یه مثال دارم میگم، جوری ادا میکنن در واقع فواصل رو که بعضی جاها یک ذره ای انگار یک شخصیتی داره که میخواد بزنه به اصفهان شروع که میشه، اما در ادامه این فاصله یه جوری میشه یه مقدار افزایش پیدا میکنه که نه دیگه به ذهن میگه همایونه، مضافاً بر اینکه اذیت مایه دیگه، خب وارد چیز مایه های دیگه هم میشه دیگه، برده بیداد و اینا فکر میکنم میشه دیگه، که اونجا دیگه خب معلوم میشه که نه این همایون. این فرق همایون جدید و اصفهان جدید، که حالا احتمالاً باز دوستان بدانند که چه هست، این فرقش میتونیم جوری بزنیم درآمد اصفهان جدید و درآمد همایون جدید، و که فرقش بتواند در یک فاصله ای باشه که مسامحتن فعلا بهش میگیم رب پرده. خب اصفهان جدید نمیدونم صدا میاد واضح، اصلا چیزی میاد از صدا؟ خیلی. آره خیلی خوب، دست خیلی من صدا عالیه، دست دیگه متاسفم بخاطر اینکه من زمین نشینم و بر خنگ زمین نشستم، به قول جناب خیام عادتی است که ترکش موجب مرض و قرض و هزار تا اتفاق. خب اصفهان جدید. حالا این کوک، خب اصفهان جدید زدیم، این کوک برای این همایون جدیدی که میخوام بزنم خیلی مناسب نیست، ولی حالا برای اینکه وقت رو تلف نکنیم، کوک پرواز نکنیم، همین جدید رو باش بزنیم ببینیم فقط این پرده ای که ما الان اسمن میگیم می به مل میگرفتیم رو بکنیم اون چیزی که حالا اسمن میگیم می کرون، همین ملودی های تقریبا شبیه همین که زدیم میشه همایون جدید. شخصیتش عوض میشه، با اینکه این کوک خیلی هم برای این جالب نیست. حالا میشه این اگر کوک مناسبش بود یه قشنگ بود بخونی. اگر بگیم بله، اگر بگیم رام بام بام شد خزان گل شن آشنایی، اسپانسر بود، ولی اگر بگیم شد، بذار رو همین ستار بگم، شد داره شد خزان گلشن آشنایی، میشه همون منطقه همون جدید کاملا، چون همون قدیم بود بعد رو اینجا وای میستد جدید رو اینجا. بعد این جدید و قدیم هم میشه بگیم مثلا مربوط به چند دهه هستش؟
چند والا هسته ای؟ دروغ 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 چرا، اینو من دقیقا نمیدونم، اما خیال احیانا ولی میکنم همین 70-80 سال گذشته یا کمتر قطعا، بگم. نه قطعا. آخه ببخشید، موسیقی ردیف دستگاهی که کلا خودش 140 50 سال ما ازش خبر داریم، خبر دیگه نداریم. به نظر میاد اگر اشتباه نکنم، چون من تا مطمئن نباشم راحت نمیگم، اینه به این خاطر که میگم نمیدونم، بخاطر که مطمئن نیستم، ولی اگر اشتباه نکنم اینها باز هم به هم از جهت فواصل، هم از جهت مایه ها و بحث گام شناسی و اینها، باز هم اینا همه محصول کارهای کلونل وزیری هست به احتمال من میخواستم زیاد. برسم به اینکه این مال چه دوره‌ایه، در اثر رادیو خب بوده، در اثر ارتباط با به مرد بوده، احتمال در زیاد اثر علت موسیقایش رو قادرم به شما بگم چرا. ببینید شما موقعی که اگر که همایون، حالا از بحثمون نشیم، اگر که همایون قدیم بزنیم، توی همایون رو 30 کرون هست. وقتی که آمدن 30 کرون رو کردن 30 بکار، این امکان رو پیش آورد که 30 بکار روی 2 حل بشه و اونجایی که میسته بشه 2. این از جهت موسیقی است، به خاطر اینکه اون فاصله به قول فرنگی ها میکروتون ما رو شبیه یک فاصله، حالا بگیم بکار، یا یک فاصله ای که با بعدش نیم پرده هست در کار ارکستر رو اینها کردن، این قابلیت اینو پیدا کرد که حل بشه روی درست. منتها از کی سند این چیزی الان ندارم و چیزی به خاطر ندارم، اما به نظر میاد اینجور اتفاقات محصول در واقع کارهایی است که کلونل وزیری انجام دادن، این به احتمال زیاد اینه، و این جدید بودن بنابراین میشه به اعتبار ورود کلونل وزیری به موسیقی ایرانی ما، یعنی میشه بعد از کلونل در مورد همایون. در مورد اصفهان هم همینه دیگه، اون 30 کرون باز در مثلا در اصفهان دو اون 30 کرون بدل شده به 30 بکار، بله. و یه خورده یه ذره خواسته که نزدیکتر بشه به مینور در واقع با این وضعیت. حالا گوشو هم عادت کرده، خیلی دقیقاً دقیقاً. و باز خیلی جالبه همین بحثی که شما فرمودید، حالا من اولش ترسیدم گفتم از بحث اصلی دور نشیم، ولی خود اینها آیا مگر جز راجع به فواصل هست؟ البته به مایه های موسیقی ما هم ربط داره، میگم موسیقی ما صرفا بحث فاصله نیست مثل موسیقی تونال، اما مایه ها که حالا شما شاید بگین مود ها، حالا من میگم مایه ها شما شاید بگین مود ها، چون با سر تعریف مود هم باید خود صحبت بکنیم، حالا این مایه های ما درسته که سیستم مایگانی موسیقی ما سیستم موسیقی تونال نیست، هم بلدیم، واضح هم هست، حالا برای بعضی شاید واضح نباشه ولی واقعا اینجوریه، تونال نیست، اما به این مفهوم نیست که به کل فاصله ها بی معنی هن. به هر حال موسیقی از فواصل تشکیل میشه و ما باید بپردازیم به تش که پرداختیم و توضیحاتی بدیم که دوستان حالا هنرجوتر، چون منم هنرجوام، دوستان هنرجوتر ببینن که چطور باید این فواصل رو دقیق و تنظیم بکنن. یه مقدار تصویر شما برای من انگار قطع و وصل میشه خانم حبیبی، از اون برام این اتفاق میفته. دیلی الان یه چند ثانیه است که یه ذره اینطوری شد، صدا اینطوره. من صدا خیلی خب، این فکر میکنم حالا شما اگر که موافق باشید فکر میکنم در مورد اهمیت قضیه کافی هست اینایی که گفتیم، مضافم بر این که اصلا بدیهی هم بود. اما شب که صحبت که میکردیم یه چیز جالب دیگه هم که گفتی، این که تو هر کتابی که مثلا توی حالا موسیقی ایران قدیم بوده یا مثلا بله. کتابی که در ارتباط با موسیقی قبل بوده، معمولا فصلهای خیلی گسترده و زیاد و هم این درست حسابشون برمیگرده به این مبحث، اینقدر که این مبحث مهمه و هم میگم دقیقاً. چرا ما بهش نمیپردازیم، چرا باز همه باشه دقیقاً در همه رسالات آره. حالا عرض میکنم چرا خیلی بهش پرداخته نمیشه، شاید در رسالات قدیمی، بله فراوان دیگه، فراوان تقریبا تمام رساله های قرون وسطا چه در اروپا و به زبان لاتین نوشته شده، چه در حالا بلاد اسلامی که عمدتا ایرانی ها نوشتن ولی به عربی نوشتن، در تمام این رسالات، مثال میزنم مثلا رساله، اینا همه تریتس به قول فرنگی ها رساله هستن، یعنی تمام این قرون وسطا جالبه، چیزای کوچیک، کتابای کوچیک می نوشتن با فصلای تعداد زیاد ولی هر کدام حجم کم، مدل رساله نویسی سبکی داشته در اون دوره انگار. مثلا در موزیکا انکیریادیس
رساله هست، لاتین هم هست، به لاتین هم نوشته شده، به یک کشیشی به اسم هوکبال نسبت میدن، ولی حالا بیشتر میگن که معلوم نیست کی نوشته، یعنی گمنامه، معلوم نیست نویسندش کیه. به هر روی در این موزیکا که اینکریادیس از این صحبت ها هست، از اون مهمتر رساله قرن 11 هم مال گویدو د آرتسو به اسم میکرولوگوس، یکی از مهمترین رسالات موسیقی غرب هست اگر صدام قطع نشده. آره من کامنت رو روشن کردم که اگر کسی چیزی گفت بفهمی. حتما نه صدات میگم امیدوارم میاد صدام ولی قطع نشه چون آره هی این بر اون بر میشه یه خورده. آره به عنوان مثال در میکرولوگوس که یکی از مهمترین کتاب های موسیقی فرنگی هست، مال قرن 11 هم هست، از گویدو د آرتسو که هر کسی که با نوت آشنا باشه اسم او رو هم شنیده چون مبدع این فرم نوت جدید هست، اصلا در اونجا مفصل پرداخته به تقسیمات مونوکورد. مونوکورد یک تقسیم بوده مثل همین یه سیم ستار، یه تقسیم بوده که این یه ورش خرک میاد در واقع فیکس میشه، یه ورش هم شیطانک، این هم یه اینجور چیزی بوده مونوکورد، دو سرش فیکس میشده، منتها یه خرک متحرکی اون وسط داشته جابجا میکردن، اون وقت دو تا نسبت طول رو با هم میسنجیدن صداشو، اون نسبت اون درست. صداهایی که خوب میدانستن نسبت طولش پیدا میکردن به چند به چنده. این مونوکور قسمت عمده این اوایل این کتاب در واقع همش به تقسیمات مونوکور پرداخته و جالب چندین شیوه تقسیم گفته و توضیح داده که شیوه های مختلف رو میگم که هر کدام که راحت تر بود برای مثلا کسایی که میخوان یاد بگیرن به خاطر بسپارن، و کسایی هم که مخاطب او هستن خب مانک ها هستن، اون قدیس های کلیسا و اون کسایی که در کلیسا هستن که باید موسیقی یاد بگیرن، که موسیقی آوازی یاد بگیرن که بعد ارائه بکنن، باید فواصل درست تو گوش داشته باشن. در ما هم که رسالات اسلامی دوره چیزم که قرون وسطام که خب حالا رساله که شاید بشه گفت کتاب دیگه، موسیقی الکبیر بالا حجیم تر از اون شکل معمول رساله رساله است. نویسی، خب موسیقی الکبیر که مفصل، کتاب مفصلی است. اتفاقا جناب استاد فرهاد در این کتاب به آراء اشاره کردن و توضیح دادن دستان نشانی ها رو، انگوش گذاری ها رو و نغمه مطلق رو، سبابه رو، فورس، بنسر اگر بد تلفظ نکنم و خنسر اگر باز بد تلفظ نکنم و پنج نو وستایی که در دوره فارابی بوده و فارابی نوشته اونا رو هم توضیح دادن. جان الان میاد صدا چون خود قطع وصل شد باز دارین صدای منو؟ نه آره صدا میاد، من چکم کردم گفتن اوکیه. آره اونا هم نوشتن، صفی‌الدین هم که توضیح داده، صفی‌الدین هم در یکی از کتاباش حالا به یادم نمیاد فواصل رو گفته، بعدم که فواصل تعیین تکلیف شد در الادوارم دورها رو گفته، هم دورهای دور فواصل و هم دور ریتم توضیح داده دیگه، خب چون دو جنبه است گفتیم دیگه فواصل و ریتم، اونا هم همه گفتن. و بعدم خب استاد وزیری هم یکی از اولین کارهایی که در واقع چطور بگم، هم در مقام تئوری هم بیشتر در مقام عملی، در مقام عمل بیشتر، یکی از کارهایی که کردن همون تامپر کردن فواصل ویژه موسیقی ایرانی بود که رو پرده نامگذاری کردن. البته ایشان به این دلیل انجام دادن که ارکستراسیون رو و هارمونی به شکل هارمونی کلاسیک قرن 18 19 رو قرن 18 رو در واقع گسترش بدن، اما خب به هر حال وارد این هیته شدن دیگه. اولین بار هم این نگاه استفاده از در واقع تفکر تامپره و تقسیم مساوی فواصل در آثار استاد وزیری اولین بار در مقدمه کتاب تار، دستور تار چاپ برلینش بکنم میاد، یه دستور تار دارن مال چاپ برلین هست موقعی که اروپا تشریف داشتن، درست 100 سال پیش نوشتن، درست یه قرن پیش، یعنی 1301 شمسی اگر غلط نکنم، در مقدمش نوشتن، در مقدمش سری توضیحات دادن، از جمله گام 24 رو پرده ای رو معرفی کردن، مطرح کردن، آره اونجا معرفی کردن. بعدها در کتاب معروفی که دارن موسیقی نظری اونجا کامل توضیح دادن و چیز کردن و بعدم دیگه جا انداختن این تئوری رو. 1920 میلادی
الان به شمسی یادم نمیاد متاسفانه، 1920 میلادی این تئوری وزیری در موسیقی ایران دیگه شکل گرفته و هست. تئوری استاد وزیری، ببخشید گفتم وزیری، تئوری استاد وزیری. 1940 حدود 20 سال بعد یک اندیشمند دیگری که هم فیزیکدان بود هم موسیقی دان بود، البته خب دانشگاهی در واقع فیزیکدان بود، جناب برکشتی که از شایره خود کلونل وزیری بود، ایشان 20 سال بعد تقریبا 1940 نظریه دیگه میدن که 22 پرده ایست، منتها اون تامپره نیست، یعنی در اونجا بنا نیست که اکتاو تبدیل تقسیم بشه به 22 تا قسمت مساوی، چنان که در استاد وزیری تقسیم میشه به 24 ربع پرده مساوی. چیز دیگری است که حالا فکر نمی‌کنم در حوصله این بحث باشه این مقدار. و اولین بارم اون صحبت جناب برکشتی در یک نشریه فرانسوی چاپ میشه و بعدم در ایران هم صحبت میشه در موردش، منتها خیلی مورد توجه قرار نگرفت. گرچه اگر بخوایم با متد غربی معاب و گام محور به داستان فواصل موسیقی ایرانی نزدیک بشیم، در بین تئوری های موجود تئوری جناب برکشلی ارجح هست به تئوری استاد وزیری، واقع بینانه تر هست در مقام عمل، بنیاد علمیش هم قوی تر هست، یعنی با حساب کتاب و فیزیک و ریاضی و محاسبه و دم و دستگاه بوده، در حالی که استاد وزیری نه، استاد وزیری اصلا محاسبه و چیزی نبوده، فقط چون حالا ما سادهش میکنیم، آره البته خب به خاطر اون ذهنیت قطعا یه دوره داشتن. تطوری داشته، ولی اونجور که باز خود جناب فرهد هم فرمودن و نوشتن فرمایند که بنیادش علمی نیست، به این مفهوم که همراه با محاسبات فیزیکی و ریاضی برای فواصل نبوده، بلکه اون تلقی گام 12 نیم پرده مساوی دوران مدرن فرنگی، دوران جدید فرنگی رو آوردن و حالا گفتن هر کدام از این 12 تا نیم پردم نصف بکنیم به طرز مساوی، حالا 24 تا ربع پرده داشته باشیم. و ربع پرده مفهومش از اینجا به وجود میاد. یه بار صحبتشو با هم داشتیم، ربع پرده من خیلی به استاد فرهد چون باید اشاره بکنم، چون نظر ایشان نظر واقعا صواب تری است، هی باید به ایشان اشاره بکنم، همونطور که استاد گفتن ربع پرده فاصله عملیاتی موسیقی ایرانی نیست، یعنی ما کجا میزنیم؟ بله هیچی. در واقع اتفاقی که میفته، ما موقعی که مثلا میزنیم، حالا تو این کوک چیز جای خوب بخوام بزنم، مثلا اینجا، مثلا موقعی که میزنیم اگر این پرداری داریم به کار میبریم حالا به اسم نوت فرنگی امروز بهش میگیم لاکرون، دیگر لابکار مفقوده، یعنی این به جای لابکار دیگه وقتی که استفاده شد دیگه خبری از حضور لابکار نیست، یعنی هیچ وقت چنین چیزی نداریم. بنابراین درستتر اون است که در مورد موسیقی ایرانی این گونه بگیم که فلمثل این لا کرون در واقع لای که کرون شده باشه نیست، یعنی یک پرده نیست که چونان که در موسیقی فرنگی آلتره شده باشه یا اکسیدنتال بهش میگن یا عرضی آرزی اینا شده باشه، بلکه یک نوت جداگانه مستقله. لا کرون افتانی یا فلت شده لا نیست. یکی از کدهایی هم که داریم که کمک میکنه متوجه بشیم این نظر غلط نیست این استش که در همون دوره اسلامی برای تک تک این نوتا اسم داشتن، درسته، بر اساس ابجد. اینجوری نبوده که الف نوت فلان باشد بعد نوت قبلیش بشه الف کرون، مثلا الف کمتر، نه نه قبلیش چیز دیگه است، الف ب ج د هر کدام یه چیزی است. حالا باز از حوصله بحث خارج نشه، ولی در رسالات قدیم فرنگی هم که نگاه میکنید یونان باستان هم همینطور بوده. در یونان باستان هم مودها که متشکل از تتراکوردها بودن، خب هر مود که اسمی داشته که همه شنیدیم دیگه، همه شنیدیم، مثل فریژیان، مثل دوریان، کلان، اونا اسم داشتن. خود تتراکوردام اسم داشتن، مثل فینالیس، مثل اکسلنتیس، مثل سوپریوریس اگر اشتباه نکنم، اینا هم اسم داشتن. چهار تا دانگ یا اکتاو یا تتراکورد بودن، اینا هم اسم داشتن. داخل هر تتراکوردم هر کدام از نغمه ها اسم داشتن.
حالا این اصطلاحی که الان گفتم لاتینن، بعد که از یونانی وارد لاتین و روم شده ترجمه شده، این اسم رو مثلا روی تتراکوردا گذاشتن. اونطور خب ریشش از یونان هست و در اونجا باز مدها اسم داشتن، تتراکوردا اسم داشتن، تک تک نغمات هم اسم داشتن. پس حکایت اینه که این لاکرون نیست، یک نغمه است. حالا بله داستان ما اینه، داستان ما این نیست که بگیم سلطا لا چقدر هست که اگر رب پرده بم شد این چه هست، چقدر ازش بلکه کم داستان ما میشه. داستان ما هست این هست آره که این چه هست، این چه هست، چه مقدار هست و متعاقبا این چه مقدار هست. چون این دوتا شاید برخلاف چیزی که بعضی از دوستان حالا هنرجوتر یا جوانتر ما فکر بکنن، این دوتا مساوی نیست. یعنی این فاصله با این یکی نیست، فرق دارن، مساوی نیستن. اما در سیستم کل الوزیر مساوی میشن. چرا؟ بخاطر اینکه وقتی اکتاو یا هنگام یا هنگام شد 24 قسمت مساوی، یعنی 24 تا ربع پرده، این هست یک نیم پرده، یک ربع پرده، یعنی 3 تا ربع پرده، این هم هست یک ربع پرده و یک نیم پرده، این هم 3 تا ربع پرده. پس چه این 3 ربع پرده، چه این 3 ربع پرده، سلطا لاکرون دقیقا برابر است با لاکرون تا سی به مول در مکتب کل الوزیری. آیا استاد وزیری به اندازه یک آدم درجه دهی مثل من خبر، یا اختیاری درجه شاید صدی، نه جدی هرش بکنم، درجه صدی مثل من واقعا خبر نداشتن که اینجوری نیست؟ بهترین نوازنده تار ستار بودن در عصر خودشون، شاگرد میرزا حسین قلی بودن، غلط نکنم شاگرد میرزا عبدالله هم بودن، حالا الان ذهنم یاری نمیکنه این ساعت، و خب استاد کامل. اما میدانستن اینطور نیست. در واقع استاد وزیری آمدن نیامدن اینو تحلیل بکنن، خواسته آگاهانه نیامدن اینو تحلیل بکنن، آمدن یک سیستمی بر این سوار کنن که چه بشود، که با جرح و تعدیلایی که در این میدن امکان این ایجاد بکنن که ارکستراسیون و درسته. هارمونی برای موسیقی ایرانی اولا و شاید یه قدری برای سازهای ایرانی هم در ارکستر ایجاد بکنن. خب ما نباید در نواختن ردیف، در نواختن مطالب اصیل قدما و شکل نوازندگی اصیل تار و ستار و کمانچه و سنتور و اینها بر اساس اون فواصل عمل بکنیم. اون فواصل برای اجرای ردیف و موسیقی اصیل ایرانی به فرم تکنوازی و آوازی نیست، اون برای ایجاد ارکستراسیون هست. اونم ارکستراسیون به این مدل خاص، یک مدلی که هم از ارکستراسیونش هم هارمونیش و همه چیش تقریبا از اندیشه قرن 18 اروپا آمده. خب اروپا قبلش هم کارایی داشته، رنسانس هم داشته، باروک هم داشته، در دوره کلیسا 1000 سال پیش شروع پولیفونی بوده، حالا با ساز نبوده، با آواز بوده، ولی آغاز پولیفونی بوده. پس ارکستراسیون و ایجاد هارمونی پولیفونی چند بخشی هر چی اسمش رو میذارید هم فقط مختص به اون شیوه نیست. بنابراین فواصل معتدل یا تامپری استاد وزیری توصیه شده هست و کاربردی هست صرفاً برای برای اون ایجاد بخش. نوع خاصی، نوع خاصی از ارکستراسیون ایرانی بلاغه. خب آقایی وقتی که اینجا جز این ظاهرن، این سیستمی که الان مثلا راجع بفهمید بهش صحبت کردین هم سیستم دیگه ای نیست که بیاد حالا در تقابل این سیستم قرار بگیره دیگه، ما همین یه دونه رو داریم، درسته؟ خب عرض کردم 3 تا نظریه در قرن 20 داریم: نظریه استاد وزیری، نظریه جناب دکتر برکشلی و نظریه که استاد خیلی فرهر. مطرح یعنی نشد. آره جناب برکشلی خیلی مطرح نشد و بعد حالا خیلی وجه عملیاتی و اینام پیدا نکرد. کل الوزیری رو دیگه اون سازهایی که میبردن تو ارکست با شاگرداش میزدن همینجوری پرده میبستن کاملا تقریبا. بله دیگه منتها قشنگ عمل شده جناب استاد برکشلی مثلا داشته. اصلا به این، دقیقا جناب برکشلی اصلا به اینجا نکشیده کار آقای برکشلی که عملی باش انجام بدن، عمل اجرای موسیقی. مال جناب فرهد هست که خب ذهنها رو از اون نگاه، حالا من میگم تامپر محور، همون از اون نگاه تامپر محوری که از غرب جدید آمده بود و استاد وزیر تسری داده بود، ذهنها رو از اون جدا کرد نگاه جناب فرهد و باعث شد تا به امروز که مثلا محصلینی مثل ما، علاقمندانی مثل ما به این فکر کنن که نه، این فواصل اولا تثبیت شده یا فیکس نیست، تام یعنی همون تثبیت شده یا فیکس نیست، یعنی انعطاف پذیر یا فلکسیبل هست. ثانیا
اون مدل، اون نوع خاص فلکسیبیلیتی یا انعطاف پذیریش هم توضیح داره، که توضیح دادن یه مقداری، که اون چیزایی هم که من در ذهنم هست و با شما صحبت میکردم در واقع ادامه همون هاست، ادامه همون هاست، حالا با یه نقطه نظرات فردی در واقع. نمیدونم الان برنامه هست که راجع به این قضیه صحبت بکنی، یعنی راجع به این که آره، مثلا ولی خیلی حالا بشه تحمل مقدمات این میخواد، صحبت ها رو کاربردی کرد. آره خیلی مقدمات میخواد. حالا خب با لگام بحث دست شما، چون من یه دفعه جای دیگه میرم ساز میزنم این کار دیگه میکنم، دست شما که بفرمایید چه کنیم. ببینید الان من یه چند نمونه از انعطاف پذیری های فواصل موسیقی ایرانی بگم باز. آره لطفا. ببینید خب تردیدی نیست که موسیقی ردیف دستگاهی از موسیقی ایالت های ما جدا نیست، از موسیقی حالا محلی میگن، درست نیست این کلمه، باید بگیم موسیقی محلات یا ایالت ها، بروی این موسیقی از اون موسیقی تردیدی نیست که جدا نیست. میتریال اینا رو که نگاه میکنیم خیلی به هم شبیه هن. البته موسیقی دستگاهی سنت خاص خودش رو داره، بحثی نیست، اما خب اینا خیلی جاها شبیه هن. این فلکسیبیلیتی موسیقی ایرانی رو اگر اعم از ردیف کل بگیریم و نه مجموع فقط، آره اگر فقط ردیف ندانیم و اعم از ردیف بدانیم، و البته ردیف رو کل سرسبدش بدانیم اشکالی نداره، اگر اینجور ببینیم، اون وقت این انعطاف پذیری فواصل و تثبیت شده نبودن و اعتدال مساوی یا به قول فرنگی یا ایکوال تمپرمنت نبودنش در خیلی از مطالب محلات بیشتره، خیلی بیشتره. من یک مثالی میزنم از یک ترانه که احتمالا همه شنیدیم، ترانه محلی است، خب اینو میگیم ترانه است مال دسپولیه، در واقع مال جنوب دسپولیه. خب اینو میگیم چه مایه ای؟ هم شیرازه. فکر میکنم مال دسپولاره، جنوبیه. حالا شیراز هم تو جنوب دیگه. این دسپولی است. خب این میگیم چه مایه ای هست؟ در چه مایه ایه؟ این میگیم چه مایه هست در موسیقی ایرانی؟ میگیم شوشتری دیگه. شوشتری. الان شما چی میگی؟ نخواهی نگیم شوشتری. رارارا دی بام 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 بیا بریمش بیا بریمش. اگر اینجا لور بختیاری هست من گوزش میخوام، شاید کلمات اشتباه بگم. داری رام رای رام بارام داره رای رام، هم کلمات چون اگم بهتره. داره رام ریم بام بارام بام دیری رام رای رام بارام. خب این شوشتری فراوان اجرای قدیمی از خود محلات، اهل اون محلات دسپول و اینا، از این داریم، از جمله اجرایی از جناب آقاسی، حالا من اگه پیداش کرده بودم اینجا مثلا می آوردم، که در این مجلسی هم از خیلی اتفاقا از اساتیدم هستن، اگر اشتباه نکنم توی فیلم معلومه جناب سودیف هستن، حالا پیدا میکنم اتنا برای شما خواهم فرستاد، خیلی بزرگان خیلی عالی هستن، ایشان هم دارن این رو میخوانند با ویولون، با ویولون جناب تاج بخش اگر اشتباه نکنم. اولین چیزی که باید گفت فاصله دقیقا این نیست، توی حالا داریم در از آواز و خواندن صحبت کنیم، فاصله دقیقا این نیست که در را را ایران بام با بام بام در رام ریم بام بام. حالا میرید خیلی اجرای دیگر هم نگاه میکنید، اجرایی هست که این رو یک جوری ارائه میدن که انگار در فواصل نزدیک به شوشتری شروع میشه، از جهت این فاصله ارزان از جهت این نیم پرده اینجا نزدیک به شوشتری شروع میشه، اما در ادامه ارائه مطلب انگار این فاصله باز و بازتر میشه تا نزدیک به فاصله شور میشه. ای کاش من اینو آورده بودم، حالا هستی که از اجازه، که چجوری میشه در عمل اینجور چیزی میشه؟
مثلا دیری رارام رای رام، اولی که کامل نیم پرده نیست، انگار سرو پرده است که بهش میگن شوشتری تنگ سیری. توی اجرای استاد موسوی نی، که استاد موسوی جنوبی هم دیگه، هست شوشتری تنگ سیری نوشتن اصلا. آها تفاصیلشون باز بله، باز ما داریم میگیم نیم پرده نیست سرو پرده است. وقتی که اینقدر انعطاف پذیری هست، میخوام به اینجا برسم که اونقدر انعطاف پذیری داریم در موسیقی محلات که اصلا دیگه فرقی بین نیم پرده، سرو پرده و تمام پرده نیست یه سری جاها. حالا میگیم مثلا این نیست سرو پرده است، یعنی بخوایم بگیم بیشتر. تقریبا از شوشتری تنگ سیری شروع میشه و تمایل پیدا میکنه این فاصلش به شور. اینجوری میشه آی در را رام رای رای را بام بام دیری را رای رای رام بارام را رای رام رای ری بام بام دیری رام رای رام بارام. وقتی که میره از اون نیم پرده بالا، برمیگرده شور میشه. اصلا این در موسیقی بختیاری هم هست که همایون و شور انگار تو همه یار خدا نصرت. حالا نمیشه رشیه ریم وای ریم وام بی بام رای رام بی رام ری بام بام بار بام بی بام 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 بی بام بی بام بام. بله قشنگ برمیگرده. توی خیلی از آثار بختیاری هست. حالا شاید بعضی از دوستان، شاید بعضی از دوستان اسمشو بذارن مودولاسیون، مودولاسیون ماجولیشن، مودولاسیون بگن یعنی همایون یه لحظه بیره تو شور. در واقع اگر دقیق تر به آثار محلات نگاه بکنیم و فکر بکنیم، تحلیل بکنیم، البته همایون به شور تبدیل میشه، بحثی نیست در اون. اما از کجا میاد؟ از اون اینکه این فواصل بسیار کشسانن، انعطاف پذیرن. نباید با دید امروزی غربی باز نگاه بکنی مودولاسیونه، یعنی مثلا توی همایون هست دوست داشته بره تو شور، اگر دوست داشت مثلا میرفت. نه اینجوری نیست. این کشسانی اون فاصله است که چنین اجازه ای میده. حالا یا تلقی بنده شاید دیده. فراوان داریم در محلات یک آوازی هست از غلامعلی مارگیری، بله استاد چی آواز زار مال پایین بله کجاست بندر و اینا بودن. بله بوشه فکر نکنم میشه چیز چرا مارگیری اون استان پایین چه بندر عباس و اینا فکر کنم میشن، یعنی استان بوشهر نه پایین تر که بندر عباس و اینا سیگه فکر کنم هرمزگان اینا فکر کنم بودم بوشهر هم آخه زار داره متاسفانه. ما هم آره همین اون ناحیه رو بهش میدیم، مال جنوب اینا همون جنوبی هم بله فکر کنم مال هرمزگان اینا میشن، مال مینا و ایناست. ایشان هم یه آوازی دارن اگر اشتباه نکنم، الان درست یادم نمیاد، اگر اشتباه نکنم وقتی گوش میدی اولش صداهه تقریبا تو صدا شروع میشه، مثلا اینجور چیزیه الله قلندر مست قلندر الله قلندر مست قلندر الله قلندر مست قلندر. یک جایی به خودتون میدونید که میگه الله قلندر مست قلندر الله قلندر، تقریبا ترک میشه. چقدر قشنگ میشه گفت تو اون رفته تو این، ولی اینطور نیست. حالا این فواصل ستار اجازه نمیده، از یعنی کوکش اجازه نمیده که توضیح بدم این چه جوری اتفاق میفته. مشخص بود، واضح بود. آره ولی رو این حالا شاید خوب الان توانشو نداشته باشم که توضیح بدم که چه جوری اون فاصله انعطاف پذیر کجاست. مثل این که گفتم اینجاست، بگیم مال اون کجاست که این اتفاق میفته. ولی به هر حال از انعطاف پذیر فواصل این داره میاد. چرا؟ چون از یک درجهی مثلا از اون سگاه نمیگیره تغییر بده بره برای تور، انگار این فاصله تدریجا تغییر میکنه. یک فاصله ایست که در بی فاصلگی انگار به یه فاصله دیگه تبدیل میشه، یعنی یک دگردیسی در حین اجراست. و این طرز از انعطاف پذیری و فاصله خیلی عجیبه. حالا دوستان اشتقت بکنن، حالا من پیدا بکنم اگر که هم دوستان داشته باشن هم شما موافق باشین، این نمونه رو بفرستم که گوش کنن، چون چیزی نیست که آدم از خودش در بیاره دیگه، هست دیگه اینا. و
بعد فکر میکنم خیلی متفاوت باشه مثلا با مدل مدگردیه برای مثال مدل سنتی کشور ترکیه و اینا. اگر اشتباه تفاوت کنم هایی به داره. من بله بگو. نه نه چقدر اونجا متفاوته. دقیقا همین چیزی که تو میگیه، یعنی اونجا دقیقا میرن روی یک درجه به نیت اینکه الان مثلا مد عوض بشه، ولی این همینه چیزی که الان تقریبا میگی مدلاتون نه تقریبا دقیقا همینه در دیگه. آره دیگه آگاهانه آدم مثلا یه برنامه ریزی میکنه، طراحی میکنه برای حرکت از این مد به اون مد توسط این درجه اون درجه، حالا خلاقیت هم دقیقا میکنه، ولی این چیزی که تو میگی نه در طول اجرا، در طول اجرا در چند دقیقا. دقیقه و یک لحظاتی هست که غلظتش شما کم و زیاد میشه. دقیقا یک لحظاتی هست که از در مسیر این دگردیسی از اون سگاه به بیات ترک، اگر اشتباه نکنم حالا تو این نمونه سگاه بیات ترک هست، حالا یا دو مایه دیگه ولی این دوتا هست به نظرم، و در این مسیر دگردیسی یک دگردیسی یک جاهایی هست، یک لحظاتی هست که شما دیگه نمیشه گفت این ترک یا سگاه دقیقا. اگر بخوام چقدر جذاب، دقیق بفرست چیزی حتما روی چقدر جذاب. آره حتما حتما غلام فکر کنم با ببینیم چی پسرش یا با یکی از همکاراشون آقایی هم بودن که با هم چیزای دیگه هم میخوندن، با پسرش هم زیاد کار انجام میدادن جناب مارگیری، یا با اونو یا با پسرش، اصلا اسمش از مست قلندر، الله قلندر، این قلندر خانی ها رسم بوده دیگه در پاکستان و هند و اینام هست دیگه. این مدل موسیقی زار هم یه ارتباطایی با موسیقی آفریقا داره، هم شاید شباهت هم به موسیقی هند هم داشته باشه. به هر روی حالا اینا در حوصله بحث ما خیلی نیست. خب انعطاف پذیری، البته انعطاف پذیری در موسیقی دستگاه به این میزان نیست، ولی میخوام بگم در یک موسیقی که هم جنس و هم نشین و برادر و خواهر و هم ریشه اینه تا به این حد هم هست. خب چطور میخوایم تثبیت بکنیم؟ کیو میخوایم تثبیت بکنیم؟ چجوری اصلا چیو میخوایم تقسیم بکنیم به مساوی و غیر مساوی؟ نمیشه، امکان پذیر نیست. یعنی اگر این کار رو انجام بدیم چه کاری؟ کارهایی که بخواد فواصل تثبیت بکنه و در واقع فواصل معتدل رو ایجاد بکنه، از در واقع جنبه کاربردی واماندیم و دور شدیم و در این کارو عمل بکنیم به چه جوابگو نیتی نیست. برای اگر به مثل استاد وزیری باشه که مثلا یک مدل خاص شبیه به موسیقی غربی میخواستن هارمونی گسترش بدن، خب اون دیگه یک چیزی از محدوده دست دادیم، یه چیزی به دست آوردیم. حالا اون انتخاب با شماست، هم به عنوان یک هنرمند هم به عنوان یک مخاطب، انتخاب با شماست. اگر به عنوان هنرمند میخواد اونجور کار بکنید یا من، خب انجام میدم یا نمیدم، و به عنوان مخاطب هم همین، شما بگیرید من گوش نمیدم، دوست ندارم، یا گوش میدم، دیگه انتخاب با دیگرانه، اون فرد انتخابش انجام داده دیگه، استفاده درسته. این موسیقی گوش دادنش یا نواختنش یا ننواختن گوش ندادنش انتخاب با بقیه است. منتها او در واقع در عمل چیزی رو فرو نهاده، چیزی رو فرو گذار کرده یا ازش عدول کرده تا چیز دیگری به دست بیاره. اما ما اگر این کار نکنیم، یعنی چیزی هم به دست نیاریم، اون فواصل هم خراب بکنیم، خب این چه چی دیگه نوازندگیه، چه نه ردیفی، چه موسیقی، به چه دردی میخوره؟ قضیه از این قراره در واقع. حالا حالا تایممون خیلی زیاد نیست، ولی یه چیز حالا اگه در حد اشاره هم بفهم. شده، بحث چالشی جریان این بود که به اعتقاد تو خانم فقط من کسی که همین آدم صاحب نمیده. عقیده ای نیستم خانم عقیده، همین چیزایی نه که سالیانی خورده آشنا شدم و بله مطالعه بله کردم گفتم یه خورده ساده برای دوستانی که نیاز دمت دارن بگین، قطعا دوستانی هم اینجا هستن که هیچ نیازی بهش ندارن. در مورد این منعطف بودن درجات و اها فواصل. میخوام مثلا عدد رقم به دوستان بدم اگه موافق باشید، آره خیلی خوب میشه اگر بدید عدد یه رقمهای ذره دیگران و کاربردی بشه. اساتید و آره بله آره خودم و غیره و ذلک. خب فواصل تار ستار الان فواصل 17 پرده است، یعنی در واقع بر مبنای فواصل 17 پرده است. ببینید بذارید من ببینم که چجوری میخوام اینو بگم. همون دیگه. حالا اگر در تار ستار این پرده که ما نمیبندیم، این پرده که اینجا دوستان میگن ره بمول و میبندن، امثال بنده نمیبندیم چون در موسیقی قاجار خیلی استفاده نمیشده، یا اینجا ره بمول اگر میبستیم فواصل ما 17 پرده ای بود، یعنی ره بمول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 غلط شمردم، 2
یک دو سه چهار پنج شیش، چون دست بازم هست دیگه، دو ره بمول، یک دو دو سه ره بمول. چهار پنج شیش هفت هشت نه ده یازده دوازده سیزده چهارده پونزده شونزده هفده هیجده. نه دیگه اشتباه گفتم، همون بدون ره بمول هفده پرده ایه. یعنی الان دو یکی دو تا سه تا چهار پنج شیش هفت هشت نه ده یازده دوازده سیزده چهارده پونزده شونزده هفده، رسیدیم به دو. یعنی اکتاو ما شده 17 تا پرده. بله. اولین چیز عملیاتی این که خدمت دوستان باید بگیم، و حالا یه مقدار میتونه حرفه‌ای تر هم باشه، برای حرفه‌ای ترها هم باشه، این 17 پرده یقین بدانید 17 پرده استاد و اندیشمند بزرگ صفی الدین نیست. چون گام، حالا اگر بشه گفت گام یا دور، به حالا به زبان اونا گام یا دور صفی الدین هم 17 پرده ایه. چونان که همه میدانیم در رسالاتش هم هست، استاد لطفی هم در مقاله نوشتن، استاد فرهد هم گفتن، همگان میدانن دیگه 17 پرده است. اما 17 پرده ای که صفی الدین ارائه داده، که در واقع علاوه بر مطلق سبابه و بنسر و خنسر، دو تا وستا و دو تا زائد هم ارائه داده. حالا این یه مقدار اگه بخوایم باز بکنیم خیلی دیگه اینا وقت میخواد، دو نه تا همین وستا و الان دو تا اشاره. آره زائد هم ارائه داده، اون هم باعث شده که سیستم بشه 17 پرده ای. اما 17 پرده ای اون رو حساب کردن مطابق با این چیزایی که ما الان، حالا هر کدام از ما با یه ذره این ور اون ور روی تار ستار میبندیم و میزنیم یا میخوانیم یا رو سازهای دیگه اجرا میکنیم، نیست. یعنی کم و زیادتره، با اینا مطابق نیست. برای اولین مثلا چیزی که بدانیم، آره حواسمان باشد این 17 پرده هست، ولی این 17 پرده همون 17 پرده صفی الدین نیست. فواصل تامپری کلن وزیری هم که گفتیم فراموش بکنیم. یعنی چه فراموش بکنیم؟ یعنی نیایم سیم اول رو خوب بکنیم که دوستان انجام میدن، خیلی ها حتی حرفه‌ای ها، مگر اگر به قصد ارکستر و فلان به شیوه کلن وزیری انجام میدن درسته، مثل استاد وزیری آثاری ساخته بشه با همون صدادهی و هارمونی اینا بخواد اجرا بشه، خب این پرداش هم اونجوری باشه. ولی دوستان رو منظورم هست که اینجوری میبندن بعد میخوان ردیف میرزا عبدالله بذارن، این معناست. اون هم که گفتیم که منتفیه، که مثلا با تیونر بیایم اینو یه چیزی کوک بکنیم، هر چیزی، بعد مثلا اگر کوک کردیم دو، اینم دقیقا ره تیونر کوک بکنیم، اینو کوک بکنیم می بمول تیونر، اینم می به کار تیونر فا الی آخر، بعدم در مورد سه چهارمام که معطلیم. البته چرا در مورد سه چهارمام بیایم با سنت 150 سنت دیگه، درسته؟ بله. اگر بخوام عین اون کل الوزیری باید ره تا میکرون هم بگیریم 150 سنت. حالا رو تیونر نحوه پیدا کردنش هم دوستان احتمالا باید بلد باشن، ولی چون ما با این کار نداریم ازش میگذریم، ولی با تیونر هم میشه این کار انجام داد که این اگر شد ره به کار، بذارید بگم دیگه، این باید بشود می به مولی که منفی 50 سنته. اگر این شد دو به کار کوک کردم، دو به کاری که شاخص وسط روی صفر ایستاد سبز دقیق، دو به کار، اینم همونطور ره به کار شاخص وسط، برای این در سیستم کلونل باید چه چیزی نشان بدهد؟ نشان بدهد می به مول یا همون ای به مول منفی 50 سنت. یعنی از 200 سنت تمام پرده 50 سنت کمتر، بنابراین ره تا می به کرون میشه 150 سنت. 150 سنت در واقع سه چهارم معتدل استاد وزیری هست، اگر بخوام دوستان پیدا کنم، ولی توصیه میکنیم میکنم نکنن، چون گفتیم فواصل ما تثبیت شده. بفهم یه لحظه، چون تایم یک ساعت داره تموم میشه. اوه او. آره، این برای اینکه وقت نپره یه لحظه با شما دیگه، ببخشید من که خیلی بلد نیستم. منم مثل خودت شما حداقل تلاشی براش انجام میدین، من اونم انجام. خب ندا همیشگی من بشه به من پیغامی بده که سیو بشه یا نه و من بگم بله دیگه.
آهان، بعد خودش علامتی بده. آره چون من اینجا شدیم چیزی الان یک ساعت شدیم، فکر کنم 2 دقیقه دیگه بشه. خب یه چیز عملی که بخوایم به دوستان بگیم، حالا عدد رقم هم میشود گفت، دوستان عزیزی که اینو میبینید و احیانا این حرف ما برای شما اهمیتی دارد، فکر بکنیم که اونایی که میگیم پرده های بکار، حالا در تار ستار که انجام بدیم، سنتور و کمانچه و اینام، دوستانی اگر بخوام با این شیوه انجام بدن، یه ستار کوچولو داشته باشن روی این در بیارن، بعد بزنن رو اون درستش بکنن، یا روی این در بیارن با تیونر سنتش رو ببینن، بعد برن با اون با تیونر با ساز خودشون با تیونر با همون سنت پیدا بکنن برای سازهای دیگه. باید این کار رو بکنیم. حالا فکر بکنیم که به کارها این رو به کار می به کار فا به کار اینا رو فکر کنیم یه جایی گرفتیم با همون تیونر، چون در مورد این به کارها اگر با تیونر هم بگیریم خیلی اختلافش زیاد نیست، اختلافش با پرده های بزرگ انعطاف پذیر، آره اختلافش با پرده های بزرگ انعطاف پذیر ما، با پرده های بزرگ بطلمیوسی که باز اینا بحثش مفصل هست، 4 سنت میشه. 4 سنت تقریبا یک ساواره و ساوار حساسیتی گوشه، یعنی ما ساوار و حتی زیر ساوار و حتی ساوار هم نمیشنویم، از یه ذره از ساوار بالاتر گوش انسان میشنوه، بنابراین خیلی دقیق. فکر کنیم حالا به کارا معلومن کجان و خوبن. اولا بدانیم که هیچ کدام از اون دوتا پرده وسط دوتا بکار، یعنی وسط ره بکار و می بکار، هیچ کدام از این دوتا پرده هیچ کدام به هیچ وجه درست در نقطه وسط این دوتا نیست. یعنی اگر سانتیمتر بذارم یا یه چیزی بذارم ببینم این مثلا 4 سانت هست از اینجا تا اینجا، هیچ وقت در اونجایی که از اینجا تا اونجا 2 سانت باشه هیچ پرده رو اون 2 سانتیه نیست، هیچ اصلا امکان نداره، مناسب صدا نمیده بر موسیقی داریم. خب اون نقطه وسط رو پیدا بکنیم، این یه کمک چشمی و دیداری است که میخوان جابجا بکنن، چشمی آره، نگاهی بکنن، یه حسی داشته باشن. آره بله، البته خیلی حسی هست، خیلی نسبی هست، معیار کار ما این نیست، ولی اینم یه کمکه در روی ترفند. اون نقطه وسطش رو بیابیم، مثلا در مورد این بشه اینجا، حالا اینجا منظورم هست دیگه، یک کم جلوتر از اینه در واقع. خب اون نقطه وسط هر کجا که شد، یقین بدانید اون پرده‌ای که بهش میگیم بمول عقب‌تر از اون هست، یقیناً پرده‌ای که بهش میگیم کرون جلوتر از اون است، اینا جز یقینیات در واقع، و اونی که بهش میگیم کرون معمولاً اگر چشمی نگاه بکنیم، باز عرض میکنم اینا نسبیه و یه چیزای ساده اولیه، اگر که نگاه بکنیم معمولاً این که بهش میگیم کرون فاصلش تا این کمتر است از فاصله کرونه تا قبلی. این یه نمونه. نمونه بعدی دولا بکار، این کمتر از اینه. نمونه بعدی لا تا سی، آره دیگه. چشمی قشنگ مشخصه. آره حالا اینم چون پرده کجه اینجا بزرگتر از اینه دیگه، اینجاش این حساب دیگه، چون روی این میخوایم انگوش بذاریم، این از این بلندتر. پس اولا از نقطه وسط کمی قبلتر بمون رو در نظر بگیرم و کمی بعدتر کرون رو، ثانیاً فاصله اینا که داریم این فاصله طولی هست، اما داریم خیلی کیفی و نسبی حرف میزنیم، هنوز وارد عدد رقم دقیق نشده، ثانیاً فاصله اون کرونه تا بکار کمی کمتر است از فاصله اون کرونه تا بمول. این دوتا نکته خیلی کمک کننده است دیگه. اگر بکارا رو پیدا بکنن با تیونر بله. خیلی بد نیست در مورد بکارها، یه جای حدودی هم اون وقت برای بمول و کرون، برای پرده هایی که بهش میگیم پرده بمول و کرون، مثلا مثل می بمول و می کرون، یه جای حدودی هم برای اون پیدا کردن. اما دقیقش کجاست؟ دقیقش رو باید بایستی بر مبنای جمله آخر میخوام بگم، بر مبنای حساسیت گوش طبیعی، گوش دیاتونیک که در سنت تعیین شده پیدا بکنن. اما عدد و رقم هایی هم اساتید عنوان کردن، بنده هنرجو هم یه محاسباتی کردم، یه چیزایی پیدا کردم که با اون عدد رقم ها میشه دقیق تر از اینی که الان گفتم حرف زد، یه خورده دقیق تر شد، ولی باز آیا اون دقیق دقیق دقیقش وجود داره؟ نه، چون اول گفتیم که فیکس نیست. اگر که من بخوام بگم این تا این مثلا فلان عدد سنت، بعدی همینطور الی آخر و سلام تغییری هم ندیم عین نوازندگی یا تغییر مایه‌هایش دستی هم نزنیم، خب یعنی دارم باز میشه باز تثبیت میکنم دیگه، خب این که تثبیت پذیر نیست، این انعطاف پذیره و تثبیت پذیر نیست.
حالا بعدا شاید اگر که دوست داشتن دوستانی عدد رقم و اینا رو این چیزایی هم مثلا استوری کردیم گذاشتیم یا لایو دیگری بود دیگه، امر با شما همش. آره اگر لطف بکنین که خیلی خوب میشه. نه قربان، خواهش میکنم در خدمت. سرشون هم درد آوردیم. آره اگر اینا رو خط مثلا جایی سیف بشه که یه نتیجه ای در واقع از این نتیجه گیری باشه از این لایو امشب، هم به قول تو صفحه خودت استوری میتونیم بکنیم، بعد آدم ها میتونن بیان اینا رو سازشون پیاده کنن و بگن که چی شد و مثلا آره، چه و حتی در جایی مورد نتیجهش برقرار بگن و شد. اگر سوالی بود آره بگن، بله، و چیزی به ما بیافزاین اضافه بکنن چیزی که ما متوجه نمیشیم یاد دقیقا. بدن به ما، همینه دیگه کار همیشه همینجوری. آره و این چند ثانیه برای دوستان عالی، ساز بزنیم. شما که حتما لطفا خواهش میکنم، شما هم باید بعدش بزنیم. چرا که نه، چرا فقط من. من اصلا شرایط امشب من رو در نظر بگیر. آها خواهش میکنم. منم خیلی شرایط خوبی نداشتم ولی خوبی. سیستم تقریبا حالا نه 100%، بله بله بسته ده. آره که حالا انشالله بله، اینم بله به عنوان نمونه زدیم که دوستان بشنون که بعد قضاوت بکنن که آیا صداش خیلی پرت هست از اون مطالبی که توی سنت هست یا نه پرت نیست، در اون هلوشه و منطقی هست. اگر نه منم خیلی ضرورت ساز زدن نداشتم، چون هم تو که ساز بردم بالا صفر کردم نخرش میکنم دست تو. یه آره، و یکی این که دست راستم شرایط خوبی نداره و درد داره، چند روزی ساز نزدم، اینم کوکیشم برده بودم بالا، یه صفر که میشه سخت و در میره از زیر دست خود. خیلی خیلی خدمتم، خواهش میکنم، ممنون از شما. مرسی واقعا، ممنون از شما خانم عزیزی که با همه کلی تفکرات چند سال. خواهش میکنم، نفرمایید اینجا خیلی چکیده. ممنون از شما که انقدر با همه کارهایی که داشتین و مشغله هایی که داشتین لطف کردین، تشریف آوردین و این امکانم به ما دادین که مقدار پرچانگی بکنیم. اختیار ده این عبا استفاده کرد. مرسی. بزرگواری نظر، لطف شما، ممنونم از شما. قربان شما، فعلا سر بزنیم که اگر حالا بچه ها حتما چیزی داشتن، دوستان سوالی داشتن، دوستان اهل هنر، بله در خدمتیم، با افتخار، با افتخار در خدمتیم. شب همگی خوش، ممنون از شما، خدا نگهدار شما. قربان شما، ممنونم، خدا نگهدار شما، خدا نگهدار.